اول ناقوس عجیب و ترسناکی به صدا درآمد. حالا 4 نفر در بریتانیا جونشون رو به خاطر کرونا از دست دادن. و بعد ریتم وحشتناک و آشنا. 751 نفر. 5300 نفر. تا حالا 39728 نفر جونشون رو از دست دادن. آهنگ بحرانی که حالا حدود 1 سال است نواخته می شود و اوج ترسناکش تا امروز ادامه دارد. I'm sorry to have to tell you. متاسفانه باید به اطلاع برسونم امروز شماره کسانی که به علت کرونا جان باختند از 100,000 نفر گذشت و محاسبه اندوهی که در این آمار دلخراش هست خیلی سخته. یک سوم کسانی که قربانی ویروس شدند از میان آسیب پذیرترین و مسنترین افراد جامعه هستند، در خانه سالمندان و جدا از جامعه. 2 بار بیماران مبتلا به کرونا بدون آزمایش به خانه سالمندان تای ایلماز آمدند و بدترین اتفاق را رقم زدند. 7 سالمند در 1 هفته جان باختند. این افراد فقط عدد و رقم نیستن، مثل خانواده ما هستن، ازشون مراقبت میکنیم. ببخشید من احساساتی میشم، اما واقعا ناراحت کننده است. برای خودتون شخصا چطور بود؟ دست روی دست گذاشتن گزینه نیست. ما با جون مردم طرفیم، هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم، بیخیال نمیشیم. و هزینه تعطیلی عمومی برای کند کردن میزان شیوع باعث رکورد شکنی در بدترین چیزها شده. آنا یکی از میلیون ها نفری بود که به مرخصی اجباری با حمایت مالی رفت، بعد بازخرید شد و حالا دنبال کار است. بعضی اوقات در رقابت با 200 نفر دیگر. ترسناک بود. یه شبه از عرش به فرش افتادم. سال پیش این موقع احتمالاً داشتیم برنامه می‌ریختیم تعطیلات کجا بریم. اما حالا از ترس قبض می‌ترسم که شفاش رو روشن کنم. زمان خیلی دلهره آوریه. تمام زمان و تمرکز دولت وقف همه‌گیری شده. اما درباره امکانات کافی، آزمایش کرونا و قرنطینه، وزرا دائما متهم شده‌اند که از اول کند عمل کردند. احساس قوی وجود داره که دولت ما در هر مرحله از شیب بیماری عقب بوده. یک بیمیلی وجود داره نسبت به گرفتن تصمیمات سخت وقتی که نیازه. هیچ دولتی با مشکل اینچنینی تا به حال دست و پنجه نرم نکرده. امیدهای دولت خوشبینانه بود، اما تلخ‌ترین اتفاقات رقم خورد. آقای نخست وزیر، در اوایل امید دولت به محدود نگه داشتن تلفات تا 20,000 نفر بود، اما حالا 5 برابر اونه. چه اشتباهی پیش اومده؟ برای هر جانی که از دست رفت عمیقاً متاسفم. به عنوان نخست وزیر مسئولیت کامل هر کاری رو که دولت کرده میپذیرم. چیزی که میتونم به شما بگم اینه که واقعاً هر کاری از دستمون برمیومد انجام دادیم و به این کار ادامه میدیم تا شمار جان باختگان به حداقل برسه و رنج مردم در این برهه دشوار کم بشه، در بحرانی بسیار بسیار سخت برای کشورمون. نشست‌های خبری روزانه، اعلام آمار جانباختگان به یک امر روزمره وحشتناک بدل شده. اما حالا در این روزهای تاریک به نحوه مدیریت دولت و سبک زندگی ما به زحمت بشود گفت عادی است. اصلاً عادی نیست. لورا کینزبرگ، BBC نیوز، وستمینستر. دروغ واضح است.